صبح امروز برای اولین بار به دلیل ویروس کرونا مراسم سمبولیک برای 75 سال پایان جنگ جهانی دوم، مراسم بدون حضور مردم و تنها با شرکت دو رئیس جمهور سابق فرانسه در کنار شهردار پاریس انجام گرفت. امسال قبل از آغاز مراسم آقای مکرون در سر راه در برابر مجسمه ژنرال دوگل که نهضت مقاومت را در زمان جنگ رهبری کرد ایستاد و برای او ادای احترام داشت. خارج از این خبر و چند خبر دیگر که دیرتر خواهید دید، ویروس کرونا همچنان خبر هر روزی است. اولین خبر خوش، خانم لوسیان 105 ساله ساکن شهر ورسای از مبتلایان به ویروس کرونا سالم بیمارستان را ترک کرد. هفته نامه لوپوان در آخرین شمارش می‌پرسد آیا آقای مکرون قادر است ما مردم را از این مهلکه نجات بخشد. هفته نامه نوول ابسرواتور برای خوانندگانش در قرنطینه 10 داستان مصور و سرگرم کننده چاپ کرده است. لیبراسیون می‌پرسد چگونه ویروس کرونا در افریقا آنقدرها مخرب نبود. در عوض لس آنجلس تایمز عکس‌هایی از خاکسپاری‌ها در مکزیک به چاپ رسانده است. نشریه چالنج از راست و دروغ اتهام‌ها به چین می‌نویسد. لوریان دوجور نشریه لبنانی به نقل از سازمان ملل می‌نویسد ژنرال هفتر را در لیبی روسیه حمایت می‌کند و این بار در ارتباط روسیه با سوریه عاقبت این پرسش به رسانه‌ها آمده که چرا آقای پوتین چشم به روی حملات اسرائیل به سوریه بسته است. پاسخ این که هم روسیه هم اسرائیل و حتی خود سوریه دلخوشی از حضور حکومت تهران که مواضعش در سوریه بمباران می شود ندارند و آقای پوتین در منطقه شکست ناپذیر است. رنگ سرخ کمونیسم را فراموش و شاید اثراتش را در این عینک ببینید. عراق صاحب نخست وزیر جدید به نام آقای مصطفی الکاظمی شده است. او که پیشتر رئیس اداره اطلاعات و امنیت عراق بوده، زبان واشنگتن و تهران را به خوبی می‌شناسد. او روزنامه‌نگار و از مخالفین صدام حسین بود و در پی سقوط صدام به میهنش بازگشت. او در عین اینکه به تهران نزدیک است، با شاهزاده بن سلمان دوستی شخصی دارد. زمانی به او این اتهام زده شد که در قتل سردار قاسم سلیمانی دخالت داشته است. جالب است بدانید در تماس تلفنی آقای پومپئو به نخست وزیر جدید عراق گفته است وی معترض و مخالفتی با خرید گاز از سوی عراق از جمهوری اسلامی ندارد. در مخالفت‌های داخلی با آقای ترامپ 8 سناتور جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها پیوستند. از دیدگاه‌های آقای ترامپ نسبت به حکومت اسلامی ایران انتقاد دارند. آقای تیم کین سناتور دموکرات از وتوی آقای ترامپ دلنگران است. باید گفت 2 سال پیش در چنین روزی آقای ترامپ برجام را ترک کرد. خانم تارا رید که آقای بایدن را متهم به آزار جنسی در سال 1993 نسبت به خود کرده است، به آقای بایدن توصیه می‌کند از رقابت انتخاباتی در امریکا دست بردارد. خبر را واشنگتن پست که جانبدار دموکرات هاست چاپ کرده است. Malheureusement dans les circonstances que l'on connaît actuellement, le parc est fermé au public. Donc nous on regrette que les gens puissent pas comme nous pouvoir observer ces trois petits oursons et les voir grandir. و بالاخره در باغ وحش آنتیب در جنوب فرانسه اگر بازدید به روی مردم بسته است، اما از طریق فیلم می شود اولین خروج و آبتنی این سه توله خرس را نگاه کرد. تماما دنیای شوق و دنیای زندگی. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.